امروز عصر همه 100 سناتور کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در جلسه توجیهی درباره آخرین تحولات کره شمالی در کاخ سفید حاضر خواهند شد. به گفته سخنگوی کاخ سفید در این جلسه که دو روز پس از دیدار سفرای کشورهای عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت ملل متحد با پرزیدنت دونالد ترامپ صورت می‌گیرد، علاوه بر فرمانده کل قوا، وزرای دفاع و خارجه و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز شرکت خواهند داشت. پیونگ یانگ با ادامه آزمایشات موشکی خود موجب نگرانی شدید جامعه جهانی به ویژه همپیمانان کلیدی آمریکا در شرق آسیا مانند کره جنوبی و ژاپن شده است. همکارم فرهاد پولادی از مقابل کاخ سفید با جزئیات بیشتر با ماست. این جلسه قرار ساعت 3 بعد از ظهر البته بر اساس برنامه‌های پرزیدنت ترامپ برگزار بشه، یعنی پرزیدنت ترامپ وارد این جلسه بشه. خب قبل از این جلسه هم پرزیدنت ترامپ قراره با وزیر خارجه‌اش آقای ریکس تیلرسون هم یک صحبتی داشته باشه. سخنگوی کاخ سفید گفتش که این جلسه بنا به خواست خود سناتورها انجام شده و این یک جلسه بی سابقه هستش و تاکنون این کم مورد پیش آمده که همچین درخواستی باشه. آقای شانسپایسر توضیحاتی درباره این جلسه دادن که با هم میشنویم. چهار مقام درباره وضعیت کره شمالی با سناتورها صحبت خواهند کرد. بله، سناتورهای حاضر گزارش در این باره دریافت خواهند کرد. این چهار تن اطلاعات آنها را روز آمد خواهند کرد. همان گونه که در جریان دیدار سفیرمان در سازمان ملل متحد، خانم هیلی که به همراه دیگر سفرای شورای امنیت سازمان ملل در دیدارشان با پرزیدنت ترامپ درباره وضعیت کره شمالی و دیدگاه آمریکا در این باره مطلع شدند. روشن است که آمریکا به دنبال یافتن راه حل دیپلماتیک از طریق فشار گذاردن بر چین و دیگر کشورهاست که آنها با استفاده از ابزار اقتصادی و سیاسی کره شمالی را از این اقدامات منصرف کنند و ثبات را به آن منطقه بازگردانند. صحبت‌های آقای اسپایسر در بخش اول شنیدین. سخنگوی کاخ سفید، کسایی که قراره تو این جلسه توضیحات را برای سناتورها ارائه کنند، آقای تیلرسون وزیر خارجه، جنرال ماتیس وزیر دفاع و جنرال دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح است که بعد گفته شده خود شخص پرزیدنت ترامپ هم قراره به این گروه بپیونده. باید اشاره کنم که نقش پکن در همون صحبت‌های آقای اسپایسر اشاره شد در خنثی‌سازی اقدامات تحریک‌آمیز پیونگ‌یانگ بسیار کلیدیه. همین اوایل این ماه بودش که پرزیدنت ترامپ در قصر یلاقی خود در ایالت فلوریدا به مدت دو روز میزبان همتای چینی خود آقای شی جین پینگ بودش و از وی خواستش که حداکثر تلاش رو پکن انجام بده که این اقدامات تحریک‌آمیز پیونگ‌یانگ رو جلوشو بگیره و اون رو مهار کنه. بر پایه آخرین گزارشاتی که وزارت دفاع آمریکا و مقامات کره جنوبی هم ارائه کردن، آمریکا قطعات لازم رو برای سامانه موشکی ضد موشک رو در کره جنوبی مستقر کرده که در صورت پرتاب هر گونه موشک میانبرد کره شمالی بتونه جلوشو بگیره. واشنگتن و سئول هم اعلام کردن که این سامانه که نصب میشه اونجا حالت دفاعی داره و تهاجمی نیستش. اما از اون طرف کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طی ماه‌های اخیر چندین آزمایش روی موشک‌های بالستیک انجام داده که آخرین چند روز پیش بود که 85مین سالگرد تأسیس ارتش کره شمالی بود. اما خب این موشک همینجور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن ناموفق بود و منهدم شد. گفته میشه کره شمالی داره خودش رو آماده میکنه که باز هم آزمایشی دیگری داشته باشه، ولی این دفعه آزمایش بالستیکی نیستش بلکه آزمایش هسته‌ای هستش.